پستخانه مرکزی وزارت مخابرات و تکنولوژی یک روز بعد از رویداد خونین. شیشه های دفاتر به اثر شلیک گلوله شکستند. بوی سوختگی را در دفاتر پستخانه مرکزی بهتر می توان حس کرد. هیچ وسایل در دفاتر این وزارت سالم نمانده است. آمریت عمومی گمرک پست پارسال وزارت مالیه است. کارمندان این بخش می گویند که تمام وسایلشان عریق گردیده است. اسنادهایی که در این دفاتر بود، حالا دیگر به خاکستر مبدل گردیده اند. شهزاد گل آریوبی وزیر مخابرات و تکنولوژی یک روز بعد از رویداد به دفاتر این وزارت آمده است و این عمل را غیر انسانی می خواند. نو دغه وحشت تاسو وګوره وری اچولی دی، اکثر از مونږ ادارات نه نه چې وګوره ټولې سوځولی دي، دا په کلکو ټکو باندې غاندو او مونږ انشاءالله د ملک دپاره هیواد دپاره متحد یو، خپل کار ته به ادامه ورکوو. اما تنها با این خلاصه نمی شود. وزارت داخلی افغانستان می گوید که در حمله بالای وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی به شمول 3 پلیس 10 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شده هم. اینجا منزل محمد عمر یکی از قربانیان این رویداد است. محمد عمر 55 سال سن داشت و 30 سال عمرش را صرف کار در این وزارت کرد. اما محمد عمر دو طفل کوچکش را تنها گذاشت و با هزاران آرمان قربانی این رویداد کردید. برادر محمد عمر با چشمان پر از اشک و با وجود این که درد از دست دادن برادرش را میکشد، اما خواهان صلح دائمی در افغانستان است. درد من خوزیات است، بیان کردن نمیتونم. از حکومتی خواهش دارم که امیلی نظیر را دزگیر کنه و اعدام کنه در مزار آن و در افغانستان یک صلح و امنیت بیارم. مدینه 10 ساله بزرگترین طفل محمد عمر است. میگوید که با از دست دادن پدرش نمیداند که بعد از این چگونه زندگی خواهد کرد. خدا میگه من نمیدونم که چرا که زندگی خواهد کردیم. خلاف از یاد دوست داشتیم. مالک نیست چی هست داریم. بسیار جگرخون هستم. یک روز پس از رویداد روز شنبه، رئیس جمهور غنی برای بازدید از ویرانی های بجا مانده با وزارت مخابرات و تکنولوژی آمده است. رئیس جمهور در پیامش می گوید که عمله بر افراد ملکی در دوائری که ارائه خدمات می کند نه تنها علامه شجاعت نیست، بلکه آخرین مثال زبونی هست. دلیل شرعی، دلیل واضح فکری بر دوام از جنگ وجود ندارد. ای جنگ سر مردم افغانستان تحمیل شده و حمله بر افراد ملکی به دوائر که ارائه خدمت میکنن نه تنها علامه شجاعت نیست، آخرین نماینده و مثال زبونیست. گرچه سخنان رئیس جمهور غنی اشاره به مخالفان دولت به ویژه طالبان است، اما طالبان و هیچ گروه دیگر تا اکنون مسئولیت این حادثه را به دوش نگرفته‌اند.